و کابل زخم خورده ما و کابل خونین ما که باز هم امروز زخم خورد. امروز شام یک مهاجم انتحاری خوده در میان علما و هم مردمه که برای تجلیل از میلاد پیامبر بزرگوار اسلام در وطن اورانوس جمع شده بودند منفجر کرد که منجر به شهادت البته گزارش اولی است که 50 تن و مجروح شدن 72 تن گردید، ولی آخرین گزارشات را که ما دریافت کردیم تعداد کشته ها بیشتر از 90 نفر و تعداد زخمی ها بالای 180 نفر است. ریاست جمهوری در واکنش به حمله انتحاری مرگبار در کابل فردا چهارشنبه را ماتم ملی اعلام کرده است. در این حمله انتحاری که در داخل هتل اورانوس و در جریان برگزاری مراسم بزرگداشت از میلاد پیامبر بزرگوار اسلام برگزار شده بود، دهاتن جامعه شهادت نوشیدند. مقامات افغان هم چین گفتند که بیش از 80 نفر در حمله زخمی شد که گزارشات مطلق اولیه بود. آرون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که پرچم های افغانستان در داخل و خارج از این کشور و احترام قربانیان این حمله به آلت نیمه برافراشته درآید. این حمله از خونین ترین حملات انتحاری در کابل طی ماهای اخیر بوده است. هنوچه هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته بود، ولی در آخرین لحظات گروه داعش مسئولیت این حمله را گرفت. وقتی نامی از گروه داعش بلند میشه بیندای گرامی، در پهلوی داعش نام منفور دیگر نیز جا داره، خائن به نام عنیف اطمر. حالا شما خود قضاوت کنین بیندای گرامی، معفل است. نیروهای امنیتی در چهار طرف اوتن حضور دارند و مخصوصا در همین جاده میدان هوایی و گفته یک دوست ما اگر یک نفر با یک تفنگ بادی هم تیر شوه او را شناسایی میکنن. چطور یک انتحاری با تمام مهماتی که در بدنش بسته کرده از تمام پست های نظامی رد میشه، داخل سالون میشه و خود انفجار میتر تا هر چیز زودتر روانه جهنم شوه و در آتش سوزنده جهنم بسوزه. طالبا هم امروز این مسئولیت نگرفتن و تنها داعش گرفت. در پهلوی نام داعش نام عنیف اطمر مطلق برچسب خورده و عرف بنیست، عرف مردم کشور ماست، عرف ظاهر قدیر است که با مو دیویدی در داخل پارلمان افغانستان صدا بلند کرد که پدر داعش در افغانستان عنیف اطمر است. عرف منیست، صدای احمد بیزاد است در داخل پارلمان که صدا زد که قربانیانی که در حادثه دمزنگ به شهادت رسیدن توسط داعش و پدر داعش عنیف اطمر است. چی بجا بود که یک روز دولت افغانستان واقعا دنبال این خائن ملی می رفت؟ چهار سال مکمل است که تمام سنگ و چوب وطن میگن که خائن به نام عنیف اطمر مسبب تمام بدبختی ها در کابل و ولایات است و تروریست ها را از یک جا به جای دیگر منتقل می سازه. صدای از او بلند نمیشه برای از اینکه حرف نداره. وقتی از مویی سوال میکنه که چرا حرف نمیزنی، میگه دهنم پر از آب است. اطمر چی گفتنی داره؟ آیا میتونم انکار کنه که تروریست های طالب در 2009 در دندغوری توسط وسایط وزارت داخله انتقال داد و زخم سرطانی اونجا نرف کرد؟ آیا عنیف اطمر تا انود بر رفع اتهامات توسط ظاهر قدیر و احمد بیزاد برش وارد شد عرف زد؟ پس مشخص است که به اصطلاح عام کفشش ریگ داره و حرف برای گفتن نداره.
و این دولت مزدور دست نشانده در حواظ ای که فردا ماتم ملی اعلان میکنه که ای کاش فرزند تشرف غنی در این کشته ها می بود تا ملت هم در این ماتم جا می گرفت. ولی اثران و بزرگان وطن در این گونه حوادث هیچ کس نیست. در داخل سنگرها و جبهات جنگ هیچ کس از این سران حکومت و سران دولت نیست. فقط اینا یاد گرفتن که تسلیت بگوین و روز را هم به نام ماتم ملی یاد کنن. ای کاش روز را ما شاید باشیم که بمی منفجر شد و تمام شما خائنین از بین برین تا ملت نفس براحت بکشن. روز خانواده ها به خون نشستن، 90 نفر امروز کشته میتا و 180 دیگه زخمی میشن. و تو دست نشانده شیطان اثر اشرف غنی میگی که تسلیت میگم و فردا ماتم ملی است. میتونستی که امروز عنیف اطمه را بر پای میز محکمه بکشنی که و میمارخانه های امنیت ملی معصوم استانیزه تفتش کنی که این تاری از کدام میمارخانه بیرون شد، با کدام موتر و با کدام تشریفاتی به داخل هتل اورانوس انتقال داده شد تا انفجار بتخوره. پس هر کدام شما خائنین که در هر گوشه پیدا رو در ریاست امنیت و در این من مسئولیت ها نشستین، بر ضد مردم ماستین، خائنینی هستین که استخدام شدین، خائنینی هستین که فقط آرامش دیگرا بیگانه ها را در ناآرامی وطن ما جستجو میکنین، خون هموطنان ما را به خاطر رضایت بیگانه ها شما جاری میسازین. با کدام روی ما شما را به نیکی یاد کنیم؟ بعدا مرا انتقاد میکنن هموطنان ما که متون میرم. آیا در چنین روزی هم بگوییم که جناب محترم رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی ماتم ملی اعلام کرد؟ یا بگوییم که خائنی که در ارگ نشسته، خائنی که بالای گرده ملت تعمیر شد توسط جانکری و بیگانه ها، امروز ماتم ملی اعلام کرد؟ واقعا روزهای سخت را هموطنان ما بیندای گرامی در داخل کشور سپری میکنن و ماها هم هر کدام در بیرون در حلقه های قومی و منطقی و زبانی غرق هستیم. همین لحظه که من میگم اشرف غنی خائن است و عنیف اطمر خائن است، شاید تعدادی که دلباخت های از او هستند بگوین که باز هم ایزد قوم پشتون است. برای من هیچ قومی مهم نیست بیندای گراوی، نه پشتونی مهم است، نه تاجک مهم است، نه ازبک مهم است، نه ازاره مهم است. برای من انسان وطن من مهم است. وقتی در جبهات جنگ سربازان ما کشته میشه، آیا واقعا یک قوم کشته میشه یا تمام اقوام وطن ما در اون اونجا هست؟ آیا در حادثه اورانوس امروز یک قوم یک منطقه خاص به شهادت رسید یا تمام اقوام کشور در اونجا جمع بودن؟ پس خائن از هر قوم و قبیله که باشه خائن است و باید اینا به نامهای زشت یاد شوند، زشتر از این که من میگم یاد شوند. بذارین دیگه از این اتهامات و از این بهتان ها که هر کس که چهار تا پشتون بدگفتی زد قوم پشتون است، هر کس که چهار تا تاجک بدگفت زد قوم پشتون است، در اینمی مرض سرطانی ما گیر مانده که دشمن اینمت آزادانه در داخل افغانستان دست به جنایت میزنه و از مردم ما انتقام میگیره. چون ما احساس و انگیزه ای که سالها قبل در برابر وطن و مردم خود داشتیم از دست دادیم. در چنین روزی که مثلا ما میبینیم که ده ها هموطن ما به خاک و خون کشانده میشه، یک طالب زاده سخنگوی طالب برای ما میاره که او از ارزش های طالب ها برای ما دفاع کنه، از حکومت آینده طالب ها برای ما بگه و به صراحت بگه که کسی که اهل موسیقی است، کسی که اهل هنر است، اهل فرهنگ است، اگر ما حکومت خود استاب میکنیم باید از این کشور اجازه را برشان میتیم که برن به جای دیگه زندگی کنن، ولی ما برشان اجازه نمیتیم. امی امروزی حرفای جاهلانه را گفتن و این دسته های کلش، چی در داخل هر چی در بیرون هر چی در داخل نیروهای امنیتی و دفاعی و ما ملت را گروگان گرفتن و بش هر شکلی که خواسته باشن جانهای از اینا را میگیرن. نفرین باد به حکومت عین و غین و نفرین به کسانی که با مردم ما معامله میکنن، از مردم ما انتقام میگیرن. خب بیندای گرامی، درد دل زیاد است، حرف های زیاد است برای گفتن، اما ای کاش که ما شنونده ای داشته باشیم برای شنیدن
تعداد کثیر تعداد از هموطنان ما هیچ علاقه ندارن که دیگه از درد وطن بشنون، از مصیبت وطن بشنون، در حالی که کل ما و شما به نام اون وطن، به نام مبارزه، یا یک به نام ترس از کمونیسم، یا ترس از مجاهد، یا ترس از طالب، یا ترس از تروریسم امروزی، از وطن فرار کردیم آمدیم اینجا. اما امروز خود آزار نمیده، میگه اگر ما خبرها رو بشنیم برای ما استرس است، برای ما دپرشن به وجود میاد، بلا در پسش که هرچی که میشه. اما نی هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جویت روزگار وصل خیش. اگر امی هموطنان ما باز هم در داخل افغانستان به درد مصیبت گرفته شن، باز وقت ناله و فریادشان گوش آسمان ها را تر میکنه. اما فعلا بهتر است که چنانه که ما دیروز هم گفتم که ما بگذاریم از این خطای فکری که سالهاست در روز زندانی هستیم، ما بگذاریم از این اختلافاتی که به نام قوم و زبان و منطقه برای ما کشته شده، بیای ما یک دست و یک پارچه و یک صدا شیم، به خاطر مظلومیت اون ملت صدای خود بلند کنیم، نه به خاطر مظلومیت قوم خود، نه به خاطر مظلومیت منطقه خود و زبان خود. تا زمانی که ما به خاطر وطن و به خاطر مردم خود یک دست و یک صدا نشیم، این کشته ها را فراوان میتیم و تأسف گفتن و تأسف خوردن شما جای را میره، برای اینکه یک دقیقه تأسف میخونید بعد دوباره میرین به زندگی عادی تان، ولی اون مردم 40 سال از قربانی میتا و معلوم نیست که چند سال دیگه اینا در یه آتش جنگ میسوزن. صحبت کوتاهی داریم با یک تن از هموطنان ما در داخل کشور، محترم غفار پوپل که در یکی از جورنالیستان سابقه دار وطن است و همچنین استاد بخش رئیس بخش ژورنالیسم پانتون باختر هم می باشند و دنبال اونا محترم محمود بایر فرمولی در رابطه با میلاد سرور کائنات و حادثه خونین امروز کابل مطالب را خدمت شما به صورت کوتاه تقدیم میکنن و ما بعدا دوباره برمیگردم با گزارشاتی از کشور و باز هم در مورد تلاش های صلح و خسته بودن امریکایی ها از جنگ و امیدوار بودنشان به صلح خواهید شنید. پس با ما باشین. بیندای گرامی، چنانی که شما در سرویس اخبار شنیدین، امروز باز هم دشمنان بشریت، دشمنان انسانیت در روز میلاد سرور کائنات جنایت آفریدن و تعداد کثیر از هموطنان ما را به خاک و خون کشانیدن. آخرین گزارشاتی که به تلویزیون جهانی امید 24 رسیدد، تعداد شهدا به 60 تن و تعداد زخمی ها به 90 تن رسیدند. واقعا یک حادثه غم‌انگیزی هست. ما می لحظه بلای تلفن ژورنالیست شناخته شده وطن و استاد در پانزه ژورنالیسم در پانتون باختر، دوست بسیار خوبم آقای غفار کامیاب بلین دارم. جناب کامیاب، برای شما سلام تقدیم میکنم. سلام خدمت شما جناب خالد صاحب و سلام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون امید 24. آرزو دارم که صحت و سلامت باشین. سلامت باشین جناب کامیاب صاحب. شما چی بررسی میکنین حادثه امروز که در هتل اورانوس به وقوع پیوست و باعث مصیبت بسیار زیاد شد؟ اول خود درود بر روان شهدا و ملت افغانستان را یک بار دیگه باز تسلیت گفتن واژه تکراری است که از دان بزرگای از این مملکت شنیده حتی ما هم کم از که عقل خود از دست بدیم، چون تسلیت نه واژه کارآمدی است و نه دوای است که این درد و این مصیبت کلام را تداوی بکنه. بناهن قسمی که شما در جریان هستین و مخاطبین عزیز هم در جریان هستند، امروز مصادف است به روز تولد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ناجی بشریت. در افغانستان و در کشورهای اسلامی ایروز گرامی داشت میشه و با ختم ها و با گرد همایی علمای عزیز از ایروز یادبود گسترده صورت میگیره که کابل هم جز اعظمی ملاک اسلامی بود که امروز متاسفانه با خون و با خاک و با خاکستر ای علما و ای عزادارا و ای دوستدارا و ای عاشقای محمد مصطفی تپیدند. بدون شک حادثه المناک بود و متاسفانه هر بار کسی پیدا میشد مسئولیت بپذیره، ولی ای بار امو گروه ها و حلقاتی که در سایر حملات حراس افغانی مسئولیت میپذیرفتند، امروز اولین کسایی بودند که تنبیه کردند تا
اولین کسایی بودند که به ضعف و زبونی حکومت افغانستان مهر صحه گذاشتند. متاسفانه که دقیقا نبی رقم است. ببینین خالد صاحب عزیز، شما هم در جریان هستید که گفتگوهای سال بین طرفای درگیر در افغانستان و خصوص تحریک طالبان افغانستان و ایالات متحده آمریکا جریان داره. واکنش های اخیر که از طرف حکومت افغانستان در پیوند به این گفتگوها دیده شد، هیتر به این نتیجه آدم میرسه که اساسا دولت افغانستان علاقمند صلح نیست. اگر علاقمند صلح نیست، ما تا چی وقت خون بریزیم؟ ما تا چی وقت شاهد باشیم تا تن در قالب فعالیت های حکومتی کشته شود و جوان ایمت و تن در قالب فعالیت های حراس افغانانه یا دشمنانه به قتل برسند؟ هر دوشان فرزندان از این وطن هستند. اما موضع‌گیری و موقف‌گیری حکومت افغانستان در عقب پرده ها دال بر مخالفت بر گفتگوهای صلح داره و ارگ و دوستای ارگ به این مسئله خیلی دقیق و محتاطانه عمل چرخش و گردابی را که قرار است خودشان درست کردن در اونجا حریفایشان را غرق بکنن، که حریفایشان دقیقا ملت افغانستان است. ملت غرق است، دیگه زیاد غرق شوه ما گمان میکنم که هیچ واژه وجود نداره که آدم بگه که از غرق شدن که چیز زیاد است. اورانوس کابل امروز دقیقا چیزی که شما در ارقام ذکر کردین بیشتر از او است. دوست ما دکتر صاحب نجیب الله امیری لحظات پیش در صحبت کردیم، گفت که حدود 80 تن کشته و 160 تن زخمی هستند، که در 160 تن هم احتمالاً کسای وجود داره که زندگیشان به خطر مواجه است و جانهایشان به حق سپردن متاسفانه. بله، میشه به عنوان یک جوان افغان و به عنوان یک کسی که از درد و مصیبت های از این جامعه خوب سعی میفهمم، حادثه امروز حادثه نبود که توسط حلقات بیرونی انجام شده باشه، حادثه نبود که توسط کسایی که قبلا این حادثه انجام شده باشه. دقیقاً پلانگذاری در کار بود، دقیقاً برنامه در کار بود، دقیقاً رهنمایی های در کار بود و تا سرانجام هدف اساسی این حمله ای باشه که یک گروه خاص و یک گروه خاص بدنام شود تا در افغانستان صلح دائمی و امنیت دائمی مستقر و مستحکم نشه. بناهن شاید این گفت مره باشه، فردا و پس فردا شما چیزهای زیادی را در این باورت خواهد چیدید. تشکر آقای کامیاب، من متوجه صحبت های شما شدم و واقعا اساسیت هایی هست در زمان حال. من دیروز هم در برنامه تلویزیون صحبت کردم که حرکت های باید شکل بگیره به خاطر زدن سال و این سال هم که آقای خلیزاد نامش گذاشته شاید هم به خاطر سال نباشه، به خاطر جبهگیری های جدید باشه که هنوز مشخص نیست. یعنی ما تو فکر میکنیم که شاید اینا تلاش هایشان در یک طرف خلیزاد، در یک طرف زمیر کابلوف، تلاش هایشان ای باشه که افغانستان به جزایر قدرت تبدیل کنن و تا سالهای سال ما قربانی های فراوان به خاطر تامین منافع بیگانه ها بتیم. و ما با شما هم نظر هستم که این نمیتونه بیرونی باشه، برای ازی که این برنامه ها برنامه هایی است که دفتن اینا میگیرن در یک روز فردن یا دو روز پیشی را طرح‌ریزی میکنن انجام میشه. چطور یک انتحاری برقاسا از پاکستان می به اینجا داخل میشه و حتما اینجا مراقبت های هم بوده، چطوری داخل سالون میشه، چه قسمی انفجار میکنه؟ خود از این سوالات است که برمیگرده به میگفته شما که حلقات در داخل هر گام واضح تر بگویم، اما ستون پنجمی هاست که این حرکات را برام میدازه تا مردم همیشه از همدیگر جدا باشن و هیچگاه به صلح و به فردای آری از جنگ و خشونت نندشن، فقط در جنگ باشن و کشته بتن و زخمی بتن. ما امیدوار هستم که روز ما از این مصیبت نجات پیدا کنیم و همی واقعا همی دشمنان واقعی مردم افغانستان، کسانی که امروز از مردم ما انتقام میگیره، اینا چهره هایشان برملا شود، مردم با اینا رو بشناسه و نفرینشان کنه. آقای کامیاب، من از شما سپاسگزار هستم که با ما بودین. ما انشالله در آینده از داشته های شما و داشته های پنتونتان استفاده های زیاد خواد کردیم. ممنون از اینکه با ما بودین. سپاسگزار هستم جناب خالد صاحب. دروز فرصت آموزد درود مصطفی ما را، که پیش از مرگ در دنیا بیامرزد خدا ما را. امروز مصادف است به
روز جهان مسلمین، روز میلاد پرسعادت حضرت رسول اکرم خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، که درود و تحیات فراوان بر روح ای بزرگ دین و دیانت و پیغمبر خاتم المرسلین باد. از این طریق به کافه مسلمانان جهان، در فرصتی که سخن از میلاد مسعود پیغمبر هست، در امی روز سخن از درد پیغمبر هم هست، سخن از زخمهایی است که بر جان پیغمبر به نام اسلام، به نام مسلمان پیش از کفار روا داشته شده. در همین روز کسی به نام مسلمان یا کسی به نام که تا هنوز شناسایی نشده و مسئولیت نگرفته، امروز کابل ما، کابل زخمی ما، کابل ماتم زده ما، کابل خونین جگر و سوگوار ما بار دیگر به خون هموطنان و عزیزان نشست. در قصر اورانوسی که تجلیل میلاد مبارک پیغمبر برگزار می شد، در امی روز انتحاری ها، انفجاری ها با تمام قصابت قلب 43 تن را به شهادت رساندن و 88 زخمی فعلا به طور که هنوز تحقق نیافته که شاید آمار کشته ها بلندتر از این باشند، همه به شهادت رساندن و دولت بر اولین بار فردا را ماتم و عزای عمومی در افغانستان اعلان کردند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. وقتی کسی به نام پیغمبر به اعزاز و اکرام همایش برپا میشه، در امی روز کسانی هستند که حتی به امی روز حرمت نمیگذارن. آیا چقدر بیگناهان دیگه، آیا چقدر علمای دیگر در اینجا به شهادت رسیدن؟ آیا از چه تفسیر، از چه تعبیر، آیا کدام دستان مرموز ناشناخته هویت به اصطلاح جنایت پیشه جان یک هموطن ما را میگیره، جان یک انسان ما را میگیره؟ اینا نه به تکیه خانه رحم کردن، اینا نه به شیعه رحم کردن، نه به هزاره رحم کردن، نه به سنی رحم کردن، نه به پشتون رحم کردن، نه به تاجیک رحم کردن، نه به ازبک رحم کردن. امروز در امی روز میلاد مسعود ای درد اسلام را کی تحلیل بکنه؟ کی تفسیر بکنه؟ کی توجیه بکنه؟ کی به کی بگویه؟ اینجاست که پای مسئولیت، پای مسئولیت علمای دین در چهار گوشه دنیا، در افغانستان که تا هنوز جرأت نیافتن، که تا هنوز به مصلحت زیست کردن، که تا هنوز از آبشخور عربستان و پاکستان و ایران جیره شدن، تا هنوز نتانستن که در مسجد یک بار هم با صدای بلند بگوین که مرگ بر دشمنان دین خوا طالب است، خوا داعش است، خوا امریکاست، خوا انگلیس است، خوا یهود است. ولی میبینین که هموطنان ما قربان میشن در امه تو یک روز. در تو یک روز به عوض پاداش اینا به شهادت میرسن. حالا از کدام گوشه درد پیغمبر در این روز بگوییم؟ هایا چی را به خورد مردم بتیم؟ حالا از کی بنالیم؟ حالا چگونه این روز به تجلیل بشینیم؟ مثل همیشه، مثل امون نشخار تکرار در مکررات، همون تکرارها را باز، امو انباشته ها را باز زیر رو میکنیم. پیغمبر در کجا تولد شده بود؟ سن چند سالگی ازدواج کرد؟ چند همسر داشت؟ پدرش کی بود؟ هجرتش چطور بود؟ جنگش چطور بود؟ به این درد پیغمبر را بگوین، به این درد اسلام را بگوین، به این کسایی که خنجر به اسلام میزنن جرأت بکنین.
معاشتان قطع میشه، تهدید میشین، نواله هایتان ندستان میره، بادارایتان بر سر شما غضب میکنه، ولی غضب خدا را چی جواب میدین؟ ولی غضب پیغمبر را چی جواب میدین؟ آیا از کفر بدتر در جان هم نفتیدین؟ حالا در این روز قرار بود گفته های دیگری در جهت بیداری جهان اسلام داشته باشیم. دیگر جهان اسلام نمیشه به الگوهای سابق، به سفسطه های بسیار گذشته، به اسطوره هایی که هنوز در حالی ابهام است، به این جرأت بکنن، به این تفسیر وارونه نکنین، تفسیر واقعی، تفسیر روز شود. به این ببینین در همینطور همایش ها در همین روز میلاد مسعود، مساجد وظیفه یک کنفرانس همگانی را دارد، نه ای که ملحد نبیاید، سرلوچ نبیاید، زن نبیاید، مرد نبیاید، مخالف نظر ما نبیاید، تنها یک چند تا موافق نظر بلندگوی همیشگی در گرو رفته که فقط سخن تکرار میکنه، گذشته ها را کاه بیدانه را باد میکنن، اینا دعوت میشن، تکت های تئوریشان داده میشه، ولی این نشد که روشنگری صورت بگیره. یک روشنگر را بیارن، یک روشنگر را دعوت بکنن و با حوصله بشنون. دیگه اینجا بر کسی را مرگ نفرستن، تهمت نبندن، زبان نبندن. اینا سپاهیان امر معروف و نهی از منکر طالبی و دایشی در اینجا نباشن. دیگه او دوره ها گذشت. به چندین دهان مهر میزنیم، چقدر تهدید میکنیم، چقدر تخویف نشان میدیم، چقدر به قضاوت های ناهنجار و بدهنجار و بدکردار تهمت میبندیم. آیا وقتش نرسیده که سخنان مخالف خود را امینا بشنون؟ چه روز هست، چه خون است که دود از دمار ملت ها میره؟ یمن را کی میکشه؟ سوریه را کی میکشه؟ لیبیا را کی میکشه؟ عراق را کی میکشه؟ افغانستان را کی میکشه؟ مسلمان به جان مسلمان، شیعه به جان سنی، داعش به جان طالب، طالب پاکستانی، طالب افغانی، هر دو زیر یک مهر بدنام. برای ما امریکا طالب تراشید و او را به دو گروه تقسیم کرد. امروز میکشن در افغانستان عالم دین را میکشن، عمو که سالها در جهت اسلام خدمت کرده، یک برادر افغان ماست، یک هموطن ماست. ما به داغ یک سرباز، به داغ یک عالم، به داغ یک روشنفکر، به داغ شیعه، به داغ سنی در همین روز میلاد میسوزیم. در روز عاشورا شیعه کشی و هزاره کشی میکنین و در روز مولود سنی کشی میکنین. پس به کی رحم میکنین؟ مسلمان چی تعریف داره بر شما؟ مسلمان چی تفسیر مسلمانی میکنین؟ از کدام قرآن هدایت میگیرین؟ با کدام قرآن ایمان دارین؟ چرا؟ برای چی؟ حالا شرمتان نمیه که در این روز باز هم نام پیغمبر را بگیرین؟ باز هم نام رسالت رو، دین رو، ایمان را بگیرین؟ شما خود دین و ایمان و قرآن را همه گیشه به آتش کشیدین، به جوخه های آتش کشیدین، مسلمان را کشتین، روزگار به نام چوچه کمونست یکی کشت، روزگار به نام اخوانی مردم کشت، یک روز به کرملین وفادار ماندین و دیگر روز امروز به پای امریکا خمستین. شرمتان باد، از جهاد ملت شرم کنین، از جهاد بر حق ملت حیا بکنین، خون شرف روختین به دلار و کلدار و ریال. و امروز میبینین که تمامی بدبختی ها اکثرا محصول اونمونایستن که گاهی گرویده چپ بودن و گاهی گرویده راست بودن. و امروز در افغانستان خون میباره، امروز اعضای عمومیست در افغانستان، بیرق ها نیمه افراشته است در افغانستان،
این افغانستان امروز نیست. ما هر روز ما باید سوگواری و روز سوگ ملی عنوان شود. شما به ملی هم خیانت کردین، ملت را به نام ملی متفرق ساختین، یکی را بالا کشیدین دیگر را به زیر زدین و امروز آمدین و سوگواری عام است. چی باید کرد؟ در همین شهر چقدر مظاهره شد، چقدر شمها روشن گشت به نام شهدا. شب و روز ما دیگر کار نیست به غیر از یادبود شهدا. یک ملتی که زندهش هم شهید است و کشتهش هم شهید است، حالا که غازی است به زعم و طعم شما، کی را بیرق شب نام غازی باز بلند میکنین؟ این غذایی است که مسلمان مسلمان را میکشه. این فاتحین هستند، اینا فاتحین اسلام هستند، اینا خلافت اسلامی هستند. شرمتان از خلیفه های اسلامی باد، شرمتان از عمر و عثمان و علی باد که امروز باز آمدین خلافت را به او باورمند هستین که خلافت دایشی هم یک خلافت است. متشرعین دین اسلام، واعظین دین اسلام، در سر قبر در فاتحه ها حاشیه نرین، نشخوار گذشته را نکنین، تکرار مکررات نکنین، بیهوده و هزل بر غلط خود فریب نتین، به این درد ملت را حکایت بکنین. به این در مسجد جایی که پیغمبر انقلاب کرده بود، انقلاب علیه دشمنان افغانستان، علیه طالب و داعش، شاید در کانادا هم بکشن، ولی افتخار ما بسیار مفتخر می باشین که بکشین، اما ملت مظلوم را به خاک و خون کشیدن در چنین میلاد با سعادت پیغمبر که شرمم از پیغمبر میایه، حیایم از پیغمبر میایه که چگونه نامش بر زبان برانم که امتش مسلمانش به جان هم افتیدن و باز نام از اسلام میبرن، باز میگن خدا بزرگ است. هورایی که ما را قتل عام کرد، الله اکبری که بر رنگها ما را کشت، حالا این ملت کجا بره؟ این دستنگر کجا بره؟ این شرم کجا ببره که امریکایی خلیلزاد، امریکایی جلالی، امریکایی بوش، امریکایی جانکری میایه زعامت ما را تعیین میکنه و ما هم دست و پا بسته مثل گوسفند قربانی در پای از اینا برادران خود را ذبح میکنیم. روح شهدای اخیر افغانستان شاد باد. از اینجا تا افغانستان، میلاد پیغمبر مبارک باد، هوشیاری از آن همه.